ما میدونیم که طبق این که در تورا گفته شده مادران مقدسه ما سر ایمن و علیه السلام ربقه ایمن علیه السلام رحیل بلا علیه السلام اینها دارای دبایی طبیعی فوق العاده داشتن اونجایی که ابراهیم علیه السلام میترسید نبدا این سر ایمن بگیرن و اینا بکشن بربرین مجبور شد بگه این خواهر من همطور اسحاق بن ابی طالب همطور سایر امهات و اینجا سوال خیلی بزرگی پیش میاد که چطور شد که قوم اسرائیل وقتی در مصر بودن در عرض این 210 سال هیچ از کدام از مصری ها به اینا دست درازی نکردن این همشون نواده های مادران مقدسه بودن همینطور پدران ما ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، همینطور که در همین فرمودن زیبایی خیره کننده فوق العاده داشت یعقوب علیه السلام و بنابراین حتما اینطور که برمیاد اینطور که ما نتیجه میگیریم که تمام این نواده های عبادت قدشیم امهات قدشات در یه زیبایی پلغانه داشتن پس چطور شد که یک نفر از مسیح ها در عرض 210 سال دست کرده نکرد هیچی سالم و دست نخورده از مصر خارج شدن فقط یه نفر بود اینم شلومیت بن دبری که اینم خیلی پرحرف بود و براجی میکرد و با این سلام احفرس میکرد با اون سلام احفرس میکرد با این حرم میداد این بود که این قدوسیت خودش از دست داد خب یه نفر فقط یکی سایر زنهای قوم اسرائیل در مصر سالم و دست نخورده باقی موندن چطور؟ مصری ها اینا تیرای بودن و نسبت به حواد قدشیم حواد قدشون رشت بودن بر تکی بودن و چطور این دست هیچ به قوم اسرائیل دست رو نکردن در میدرش برماد که وقتی زنهای اسرائیل از خانه خارج می شدن میخواستن از خانه خارج بشن قبل از اینکه از خانه خارج بشن شکار میکردن صورت خودشون با زغال و دوده دوده اچاق سیاه میکردن سیاه و ترکیب زشت همطور لباس های مندرس و بدگواره میپوشیدن وقتی خوره میرفتن بیرون مصره اینا میرن فرا میکرم میرفتن این چیه اینا اینا به این زشتی و بر ترکیبی اصلا انسان را اینا چقدر اینا قیافه نفرت آمیدی دارن اینا این چیه اینا چکار میکنن اصلا این شخصم فرا میکرم میرفتن برابرین خمی فرمودن بزخود نشیم صدقانیات نگلو عبادر مصرعی به خاطر زخود زنهای صدیقه در صدیقه در مصر بودن قوم اسرائیل از مصر خارج شدن نه به خاطر مشه ربنا رو بشلو نه به خاطر ارمان کنه نه به خاطر شبت لبی همشون در تورا میخوندن نه به امرام نه بزخود نشیم صدقانیات ما اینجا میریم که این زنهای اسرائیل چه فداکاری چه جانبازی به خرج دادن برای اینکه قوم اسرائیل ساق و سالم بمونه و دست خورد و از ساق و سالم از مصر خارج بشه خب حالا فرض کنیم ما در نظر بگیریم فرض بکنیم که زنهای اسرائیل برای اینکه بی دو چشم بشه و بگن که چقدر قوم اسرائیل قشنگ هستند و چقدر محترم هستند همشون کلاگیت پوشیدن چی میشد؟ وای برش من ایسرائیل وای برش من ایسرائیل چه؟ از قوم ایسرائیل چیز باقی نمیموند اینها مثل همه همه به زور میگرفتن و چقدر وحشتناک بود وضعیت وقت به خاطر اینکه زنها ایسرائیل نه تنها خوش را برای وقتی برفتن بیرون خودش را آرایش نمی کردن و تدیر نمی کردن برعکس درست زشت و برترکی می کردن که مصری از هم متنفر باشن پس ما بینیم که اینطور
رفتار زن ها باید شد کمیسیون نجات پیدا کنن از مس گولا بیاد. خب این طوره پس ما بدونیم گولای آینده اسرائیل به کی بسته که داره؟ به فداکاری زن های اسرائیل. یعنی چیز فداکاری؟ به جای اینکه خودشون برن بیرون با کلاگیس های براق و پرزرق و برق و جذاب و اینا برن بیرون و تا اونجا که امکان داره باید سعی کنن که زیبای خود را بپوشنن، تا اونجا امکان داره دل به توجه را رفت بکنن، از خودشون بیرون بکنن که کسی اصلا جالب توجه نباشن. این به خاطر اینا هست که گولا خواهد اومد و این ولی با این مذیبتی که هست ما چطور انتظار داریم که گولا بیاد؟ چه بعد چی؟ این وقتی که این اولا این کلاگیسا از پیشکشی بوت و نمیدارم از مرده هاست در آمده خودش، این خود اوان خیلی سنگینیه. ثانیا اینطور جلوگری در خیابان ها چقدر توجه دیگران به خود جلب میکنه، چقدر گناه ها و چقدر خطا ها ایجاد میشه. اینطور میشه مشه بیاد گولا بشه؟ مگه میشه؟ مگه گولا چیز خیالیه؟ این یه نوع تحول بسیار 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 عالی درخشان در تمام دنیا است. برای این خود میخواد، برای این فداکاری میخواد، جانفشانی میخواد. این جانفشانی به کی تعلق داره؟ بعد به کی باید باشه؟ زنهای اسرائیل اینا هستن که میتونن با این جانفشانی میکنن که خودشون امکان داره جلب توجه دیگران به خودشون جلب نکنن، تا اونکه امکان داره لباسایی که بپوشن که واقعا و محجوبانه واقعا برخورد که در خوره یه زن پاک و محجوبه و معصوم و مقدس اسرائیل باشه بپوشن، اینها باید کنن کمیسیون از این گالوت نجات پیدا کنن. و بنابراین باید سعی کرد، همونطور که امکانه باید سعی کرد هیچ وقت به ما به این خیال پوچه نکنیم که زنهای اسرائیل با کلاگیس های پرزرق و برق و بسیار جذاب اینا میرن بیرون برای استقبال مشیح تیزگرن. اینطوری میشه؟ البته که نه، اینطور که این مسید خیلی 100% محال و غیر ممکنه 100%. برابر این صدیقی میگفتن، صدیقین در دوره قبل در این دوره میگفتن که یکی از اساسی‌ترین بزرگترین عامل به تأخیر افتادن آمدن مشیح و گولا چیه؟ کلاگیسه. اینطور گفتن کلاگیس ها این ها هستن که نمیذارن مشیح بیاد و هر کدبانوی که این کلاگیس ها پرد میکنه بیرون و به جای این سر خودش را به همتن لباس های محجب نمیشه 100% مطمئن باشه که در تسریع اومدن گولای قوم اسرائیل بسیار بسیار خدمت کرده. به این خود این بسیار بسیار زیاده بسیار زیاده. هر دقیقه که قوم اسرائیل از این گالوت وحشتناک و پر از ابانوت و پر از درد و پر از مرض و این همه بدبختی خارج بشه ز خود کیه؟ این کدبانو. پس این چقدر خود زیادی عظیم هست که میتونه برای خودش کسب بکنه. و یه موضوعی هم هست که بعد اینا بدونیم که این در طرف فرموده حکومت املو تلخو، یعنی ما نبایدی از رسوم و عادتهای و رفتارهای بود پرست ها سایر قومه ما تقلید بکنیم رهبری و ما رفتار بکنیم. نه بعد یعنی چی؟ چه درستیمی؟ چه قوانینی؟ انسان آیا همطور که گوییم خوراک میخوریم ما خوره نباید بخوریم؟ لباس بده من لباس بشیم همه میره همه نوری آن چی؟ یعنی چی؟ رسوم اقوام دنیا چی؟ چیه رسوم اقوام دنیا؟ هر عملی، هر رفتاری که در این هر لباس پوشیدنی، هر رفتاری که در این رفتار مغایرت هست، زدیتی هست در محجوبیت
یعنی هر عملی که مزاده محجوبیت و عفت و پاکی نمی بشه، این نهی طور است که نباید از این رفتار با این طور رفتار بکنیم. یکی از رفتارها با لباس پوشیدن و پوشش گویم چیه؟ کلاگیسه. تقریبا 40 سال پیش آمار گرفتن، تحقیق کردن، پیداش نتیجه شد هر سال، این تقریبا 40 سال پیش 100 میلیون کلاگیس تهیه میشه. برای چی؟ آیا برای زنهای صدیقت و سنوها و محجوبه و با اسمت قوم اسرائیل؟ حتما شلوم. برای این، برای هنرپیش های سینما و برای زنهای فاسد و هرزه و گل هفسته، برای قوم اسرائیله. این رفتار، این پوشیدن موی سر یکی از آداب و رسوم قویمه. پس کسی که زنی که این از این لباس، این کلاگیس ها به سر خود میذاره، این از این نهی توره هم سرپیچه میکنه. پس این علاوه بر این که این موها از پیش بکشه بود پرسته بوده، علاوه این که از موهای مرده هست، یک نحوی دیگه علاوه بر این که انواع اقسام گناه را برای دیگران ایجاد میکنه، یک نحوی طور هم هست. لوت خوب حقوق دیگه این که نبستی از رسوم و آدم شایر ملت ها، رسومی که این در اینها زدیتی هست، زدیتی هست بر در محجوبیت، اینها در از این نهی تورا هر ثانیه دارن اینا سرپیچه میکنن. بربرین و اینا در نظر گرفت، هر چیز بهتر این موضوع اصلاح بشه.